بسم الله الرحمن الرحيم. امروز سوره مؤمنون رو در قرآن میخوندیم، بعضی صفات دوتا رو گفتیم که ما باقیش گفته بشه. خب برای درک چیز این مطلب رو مقدمتن بگم، میگویند که در مسائل تقلید در اعمال شرعی، در اعمال شرعی نه در عقاید، مرجع تقلید باید مرد زنده باشه، یعنی تقلید از میت درست نیست. این توجه داشته باشید، تقلید در عمله. مثلا الان شما رساله کسی که تازه میخواد شروع به تقلید کنه، یعنی مکلف شده، رساله آقای مرحوم آقای بوجردی یا مرحوم آقای حکیم یا آقای میلانی یا هر کنم از این مرحوم ها رو نمیتونه بگیره اون استفاده کنه، باید از زنده استفاده کنه. مگر کسانی از مرده در مستندترها که از قدیم تقلید کردن، حالا همون ادامه میدن. این برای اینه که دستوری که میدهد با اوضاع و احوال جامعه منطبق باشه و حتی با دید مذهبی، با دید روحانی بتواند مقداری از آینده رو درک کنه و منطبق با مصالح آینده تصمیم بگیره. این مثالی که من برای این موضوع میزنم گفتم، مرحوم آقای سلطان علی شاه غیر از جنبه عرفانی که رهبر به اصطلاح قطب سلسله بودند، مجتهد هم بودند. قبل از این که درویش بشن به درجه اجتهاد رسیده بودند و با حد اعلای علوم زمان از علوم معقول و منقول، منطق، طب، ریاضیات و فقه و اصول و امثال اینها تسلیم آقای سلطانت علی شاه دادن که به قول یکی امی بود، یعنی اصلا سواد نداشت، ولی نه سواد مختصری داشتند، مربوط به سواد نیست، ولی منظور ایشون مجتهد بودن. با اون اجتهاد و دید معنوی یه مقدار آینده ما مردم رو دیدن، یه بعضی مسائل. در همون ایام اون کتاب زمان ناصرالدین شاه نوشته، شرح حال بزرگانی، هم شرح حال ایشون هم داره و این که این خبر رو نوشته بود که این روزها در کرمان یک زراعتی متداول شده و انگلیس ها بقولون مستکبرین تقویت میکنن برای اینکه محصول این زراعت اعصاب رو سست میکنه و نیروی معنوی افراد رو از بین میبره. اونهایی که میخوان سوء استفاده کنن این کار کردن. آقای سلطان علی شاه هم در همون ایام استعمال تریاک رو تحریم کردن. امروز هم تمام مواد مخدر رو از تریاک میگیرن.
ایشون استعمال تریاک رو به عنوان مواد مخدر تحریم کردن، اما استعمال اونه به عنوان دارویی در مواردی که طبیب مسلمانی تجویز کند اجازه دادن. ولی هیچ یک از آقایون فقهای اون زمان جداگانه فتوایی ندادن. از بعضی از آقایون استفتا شده بود، خیلی ها گفتن در این صورت حرام است، چون نوشتن که خواص این تریاک اینه، نوشتن در این صورت حرام است. بعضی ها گفتن من نمیدانم چیست. این نمیدانم چیست، این صحیح نیست. نمونش کنون من از بعضی ها از راجع به شبیه سازی پرسیدم که حالا خیلی چیده، گفتن شبیه سازی چیه؟ اصلا نمیدونستن چی هست در دنیا. و حالا که هم فقیه و هم قوت، باید از بسیاری از این مسائل آگاه باشه. یه مسئله ای که این مقدمه بود برای اینکه خب پیروان پیغمبر ما، پیروان محمد بن عبدالله هم چه در طریقت و چه در شریعت تابع اون بزرگوار هستند. اون بزرگوار هم در برچیدن بردگی یعنی غلامی و کنیزی بسیار عالمانه عمل کردن، چون بعضی ها ایراد گرفته بودن از چیز، از مثل که کانادا توضیحی هم خواسته بودن راجع به این چیز، من نوشتم براشون. امروز چون دنیا تبلیغاتی شده، همه چی با تبلیغات پیش میره، ماست و سیاه و زغال رو سفید میکنن. تبلیغات فراوان شده راجع به آزادی برده ها و انتقاد از اسلام و آیات قرآنی مبنی بر اینکه بردگی رو شناخته. در آمریکا که بردگی رو آزاد کردند، بردگی رو ملغا کردند، برده ها رو آزاد کردند، یه حساب اقتصادی و مالی بود توش. کارخانه‌دارهای آمریکا کارگر گیرشون نمی اومد، برای اینکه اینهایی که مهاجرت میکردند، آمریکا تازه چیز شده بود، بیابونی بود، مردم می اومد. اینهایی که مهاجرت میکردند به آمریکا یه دسته ثروتمندایی بودند که کارگر نمی شدن. یه دسته هم می رفتن از چیز، از افریقا، از قبایل آفریقایی مردم رو سوار میکنن به عنوان غلام و کنیز می آوردن می فروختن. غلام و کنیز زیاد بود ولی کارگر کارخانه نبود. اینها حکومت رو طوری کردن که بردگی رو ملغا کرد. البته اینو بگیم که این به منزله انتقاد از این نیست که چرا بردگی را آزاد کردن، شناختن این که چرا کردن، چه هدف داشتن. همه غلام ها آزاد شدن، غلام ها و کنیز ها آزاد شدن، دیگه حاضر نبودن پیش ارباب سابقشون بمونن با نون بخور و نمیر بخور بسدن.
همه هجوم آوردن به کارخانجات، شدن کارگر، ولی زندگیشون بدتر شد. یه عده زیادی یک مرتبه بیکاره شدن، برای اینکه اینها تا وقتی غلام و کنیز بودن کار میکردن برای ارباب، محصول زراعتی در میومد، مردم استفاده میکنن. وقتی کارگر شدن، کارخانه تولید خوراک نمیکنه. اینه که یه بحرانی در آمریکا و بلکه در تمام دنیایی که این حرف اعلامیه رو قبول کردن رخ داد. همه غلام و کنیز آزاد شدن. تا دیروز غلام و کنیز مثل خانواده ارباب بود و ارباب موظف بود زندگی او رو تأمین کنه. حق نداشت وقتی که غلام و کنیزش پیر شدن و دیگه کار ازشون نمی اومد، بگن ما میخوایم محض رضای خدا تو رو آزاد کنیم. این آزاد بکنن چیکار کنه؟ از کجا نون بخوره؟ این از که شرعن هم گفتن غلام و کنیزی که کاری نمیتونه بکنه نباید آزاد کنن، نه این که به ضرر او، یعنی ارباب موظف زندگی ای رو تأمین کنه. اسلام این مسئله رو به این صورت حل کرد. به جای این که بیاد یه مرتبه بگه همه غلام ها آزاد، با وجود این که غلام ها اکثرا در مکه مسلمان شدن، بلال، عمار، پدر و مادرش یاسر و سمیه، اینا همه غلام بودن، غلام و کنیز بودن، آزاد شدن، مسلمان شدن. از این جهت خب می توانست اسلام بگوید اینا که اسلام آوردن آزادشون کنه، ولی اینا رو به این صورت آزاد نکرد. گفت که هر کسی یه غلامی یا کنیزی رو آزاد کنه ثواب داره. اینه که تمام مسلمین، مثلا خود ابوبکر ثروت زیادی داشت، ذخیره فراوانی داشت، همه ذخیره رو غلام و کنیز می‌خرید و آزاد می‌کرد. سلمان فارسی که از بزرگان اسلام، سلمان محمدی، غلامی بود، حالا چجوری گرفته بودنش داستانه. مرد دانشمند و همچنین عارف بزرگوار، ابوبکر او را خرید و آزاد کرد. یعنی غلامی که خریدیش و ارباب سابق دستش بوسید. بلال غلام بود، ابوبکر خرید و آزاد کرد. عمار غلام بود، ابوبکر عمار بنزن بند. خیلی ها به این طریق، یکی یکی غلام هایی که مسلمان شده بودن بزرگان می خریدن و آزاد می کردند. اگر یک مرتبه پیغمبر می فرمود غلام و کنیز ها آزادن، اولا برخلاف رسمی بود که در مکه وجود داشت. در مکه فرض بفرمایید، مکه 10,000 نفر بیشتر جمعیت نداشت. از این 10,000 نفر 6,000 نفرش غلام و کنیز بودن، 4,000 نفرش آزاد بودن. یک مرتبه 6,000 نفر بر مصرف کنندگان اضافه بشه و آزاد بشن، یه شورش، یه انقلابی میشه. به تدریج اینها رو آزاد کرد. از اون طرف هیچ کس رو نمیشه به عنوان غلامی گرفت، گفت این غلام این کنیزه.
مگر اینکه در یه جنگ اسلامی جهاد که از احکام دینه در جهاد عده رو اسیر کنن اونها غلام و کنیز میشن. البته اون هم در صورتی که اونها مسلمان نباشن، کما این که داره در جنگ جمل علی علیه السلام با قشون عایشه و طلحه و زبیر می جنگید، بعد که حضرت پیروز شدن عایشه رو محترمانه فرستادن بهش داخل شهر کوفه و منزلی بهش دادن، خیلی هم احترامش کردن و بعد فرستادن، اسیر بود دیگه. اونهای دیگه هم اسرام قشون خود حضرت، طرفداران خود حضرت اومدن گفتن که اینا که گرفتیم غلام و کنیزن، اینا رو تقسیم کنیم. حضرت فرمودن نه، اینا غلام و کنیز نیستن. اون جواب داد چطور خونشون بر ما حلاله ولی آزادیشون بر ما حلال نیست؟ این قاعده. حضرت فرمودن خیلی خوب، برای که بفهمونه فرمودن خیلی خوب، شروع میکنیم. اول اسیر ما عایشه است ام المؤمنین. کی او رو برمیداره؟ هیچ کس جرأت نکرد. خوب ام المؤمنین زن پیغمبر رو کی جرأت داره؟ قضیه خوابید. پس این هم یه قاعده شد که در جنگ بین مسلمان ها اسیر که میگیرن غلام و کنیز نیست. به این طریق چون جنگ اسلامی، جنگ جهاد هم همیشگی نیست، گاهی رخ میده. برای ما شیعیان که میگیم در غیبت امام جهاد، اصلا جهادی وجود نداره، برای اینکه از شرایط جهاد اجازه و دستور امامه. بنابراین اگه فرض کنید یه منزلی که این منزل رو مسئله غلام و کنیز بگیرید، از این در که وارد میشن در خیلی کوچکیست، خیلی کم وارد اینجا میشن، ولی اون دری که اینها آزاد میشن خیلی فراوانه. بسیاری از خطاها و گناهان کفارش آزاد کردن بنده است، افطار ماه رمضان و امثال اینها، یا یکی از ثواب ها این است که بنده را آزاد کنه. یکی از صفات مؤمنین که چیز خواهد شد اونهایی که چه مردها و چه زنها که جز با حلیله خودشون، با حلال خودشون و جز با کنیزی که دارند نزدیکی نکنند، که اینجا این نه به عنوان توهین به انسانها و یا توهین به زنهاست، به عنوان تشویق مردم به آزاد کردن بنده ها. کما این که اگه یه کنیزی از اربابش حامله می شد دیگه او رو نمی شد فروخ، او آزاد شده بود. بعدم که ارث می تقسیم می کردن جز سهم پسرش. به این طریق اون دری که بنده ها آزاد می شدن خیلی وسیع بود، تمام طرق مختلف بود، ولی کسی به بردگی وارد نمیشد. به این طریق اگر رفتار میکردن بعد از 100 سال مسلماً یک غلام و کنیز در جهان نمیموند. این از انتقاداتی است که خیلی ها بر اسلام میارن و میگن چرا اسلام بردگی رو لغو نکرد. اسلام به این طریق عملاً بردگی رو
گذاشت که مردم لغو کنند. چون صفات مؤمنین رو در سوره مؤمنون میخوندیم، این مناسبت، این هم در الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين ويدفع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا
وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفزتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سوره نور به مناسبت آیه نور که در سوره گفته شده آیه از آیات مشهور و جنبه عرفانی دارد از آیه در این اول سوره می فرماید که در این سوره برای تذکر شما آیات الهی ذکر شده و همچنین احکامی فرض نهار احکام ذکر شده این احکام در دو مورده یکی در مورد داستان افک تهمتی که به یکی از منافقین زدن به یکی از زنان پیغمبر یکی هم احکام راجع به لعان یعنی همدیگر را لعن کردن احکامی داره که اصلا انشانا اگر عمری باشه انشاءالله احکام لعان فردا بحث خواهیم کرد امروز قضیه افک که در اینجا ذکر شده
پیغمبر در سفرهایی که تشک می بردن غالبا قضاوات حتی جنگ ها یکی از همسرانشون رو یا با قره یا با توافق به نوبت همراه می بردن. در یه سفری عایشه ام المؤمنین رو همراه بردن. همه اینها ام المؤمنین بودن به عبارتی که در یه آیه دیگه هست و از واجه و امهات کن زنان او مادران شما هستن. البته این صفت رو خب محض احترام همه میگن، همونجور فرض کنه تیمسار میگن در چه چجوره، اینا لقبیست، فرمانیست که خدا داده، اینه که برای هر یک از همسران پیغمبر به دلیل اولا برای حضرت خدیجه علیه السلام با لقب ام المؤمنین گفته میشه نامش. در این سفر عایشه همسا هم راهشون بود. بعد که بر میگشتن به مدینه در این سفر، در بین راه یه جای قافله ایستاد و دهی بودن، خب شطرها رو خوابوندن. شب هم بود، برای اینکه بیشتر سفرها در شب بود چون هوای گرمه بشه تحمل کرد. عایشه برای حاجتی از هودج جون میگذاشتن اومد پایین، اومد پایین برای رفع حاجت، رفت و وقتی برگشت دید گردن بندش افتاده یا دست بندش. برگشت و مرتبه که پیدا کنه، مشغول بود که نگاه کنه و پیدا کنه، به قدر طول کشید. وقتی برگشت قافله رفته بودن. شطور که آیشم سوارش بود اونم واقعا قافله رفته بود. آیشه خیلی نگران ناراحت. نشسته بود که چکار کنه، در واقع واقعا دلش به درد آمد، به خداوند نالید. تصادفا صفوان یکی از صحابه که خیلی هم مورد علاقه حضرت بوده و بعدش هم بود رد شد، از اونجا دید که پرسید یا شناخ را پرسید، وقت فهمید خودش از شطورش پیاده شد به عایشه سوار بشه، عایشه سوار شطور، خودش پیاده جلوی شطور رو گرفت و میبرد. این چیز ساده به خوراک منافقین شد. منافقین هم سردستش عبدالله ابن ابی یا عبدالله ابن عبید بود که یکی از بزرگان قبلی مدینه بود. اطلاعات و فضل دانشش هم از اونهای دیگه بیشتر بود، به طوری که اوس و خزرج که با هم اختلاف داشتن صحبت این میکردن که توافق کنن و یه نفر به اصطلاح امین و درست
حکومت مدینه رو داشته باشه. عبدالله ابن ابی هم دستاشو فعالیت میکرد که خودش حاکم مدینه بشه، یعنی رئیس مدینه بشه، که البته نشد و جدار به سراغ شنیدن نبوت پیغمبر رو و به خدمت پیغمبر رفتن و از حضرت تقاضا کردن، بیعت کردن. و اینه که عبدالله از اول با پیغمبر خیلی بد بود، چون از طرفی جرأت نداشت که مخالفت علنی کنه، به صورت منافقین، منافق همیشه هزیان میکرد، هم یا دیگرون رو تحریک میکرد، که داستانهای منافقین فراوانه، لطماتیک زدن. این هم این شایعه رو چیز کرد، شایعه رو شهرت میداد که بله، تهمت میزد. افک یعنی دروغ، یعنی تهمت. این که داستان افک میدن، وقتی میگن منظور اینه چیزه، این داستان فلان. و به اندازه این داستان لطمه زد، ناراحت کرد پیغمبر و همه مسلمان ها رو، و خوشحال کرد منافقین و همچنین سایر دشمنان اسلام، که مدت ها بعد مرزون که تموم شده بود، حتی بعد از بنظرم حیات پیغمبر اینا، سفیر فرستادن به یکی از حکومت های محلی مسیحی ها. اون وقت هم خب حکومت مرکزی برای همه نبود، همینجا غالبا همینجا حکومت بودن. در خود عربستان هم قبایل، هر قبیله برای خودش مملکتی بود و قوانینی. فرستاده بودن پیش اون امیر و گفتن که سفیری از جانب حکومت خلافت اسلامی. گفت خلافت اسلامی چیه؟ نشنیده بود. از سفیر پرسید خلافت اسلامی چیه؟ این توضیح داد، گفت ها همون دینی که تازه اومده. گفتن بله. گفت ها همون دینی که گفتن زن پیغمبر شما چنینه. این سفیر خب منظور توهین رسیده بود به همه جا. سفیر جواب داد بله، بدتر از این رو برای مادر پیغمبر شما گفتن، حضرت مریم. خداوند هر دو رو تبرئه کرد با آیات جزید و آیات قرآن. منظور این که این شایعه دیگه موجب خوشنودی همه مسلمان هاست. در داخل اسلام هم خب پیغمبر به صحت همه اینها اطمینان داشت. خداوند با همچون همه کارها و اجازه و میگه پیغمبر با اجازه و بلکه دستور خداوند. ولی خب از شایعه مردم و اینا خیلی ناراحت. آجام در این وقت نه به این خاطر، اصلا به خودش خبر ندادن، نشید. خب خیلی ناراحت کننده است به یه زن همچین نسبتی بده. که سالت پیدا کرد برای این که من همه برای نبردم ماشین زوالت. بهتر بتونن مورد پرستاری قرار بگیره. رفت منزل پدرش که مادرش ازش پذیرایی کنه، ابوبکر و همچنین همسرش یعنی مادر عایشه از افراد مورد اطمینان پیغمبر بودن.
در اونجا بود. بعد از مدتی پیغمبر خب مشورت میکرد با همه که حالا من چه کار کنم؟ این مسئله هم مسئله شخصی نیست، برای پیغمبر میگن این مسئله عمومیه. همون جوری که گفتم خبرش به روم هم رسید به خود. هر کسی یه چیزی میگفت. با علی علیه السلام که مشورت کرد حضرت، ایشون گفتن که بی خود شما خیالت ناراحت نکن، برای اینکه خداوند فرموده است که الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، زنهای پاک برای مردان پاک هسته، زنهای بد برای مردان بد. مسلماً کسی که با تو باشه بد نمیشه. الطیبات للطیبین. ولی معذرت دل حضرت خب آرام نه آرام نگرفت، نه داد خودش. از لحاظ مردم. ولی اگه حضرت یقین میکرد خدای نکرده برسود، خب مجازات هم میکرد حضرت. کمان که دار داستانی راجع به همه قضیه لعان که فردا شب صحبت خواهد شد انشاءالله. مشورت ها رو پیغمبر ادامه داد. بار دیگری از علی علیه السلام پرسید، مشورت کرد. حضرت خدمتشون عرض کرد که اگه خیلی نگرانی خب طلاقش بده، نه به عنوان نتیجه قطعی مشورت. نتیجه نظر قطعی حضرت همون بود که قبلا گفته بود طیبات للطیبین. دفعه دیدن خب بعد از مدتی هنوز هم حضرت نگرانند، گفت اگه خیلی نگرانی خب طلاقش بود. که این خبر البته به گوش عایشه بعدها رسید. یکی از جهات دشمنی عایشه، یعنی نگرانی عایشه از علی، این بود که هم به خود علی هم به خاندانش رسید. البته یه جهت دیگرش حسادت بود که میدید پیغمبر از او فرزندی ندارن ولی از فاطمه فرزندانی دارن و اونها رو فرزند خودشون میگیرن. یه رقابتی حسادتی نسبت به اون خاندان پیدا کرد. ولی خطای عمده عایشه، خطایش همون مسئله جنگ با علی بود که بعدم ازش پرسیدن خب چیه قضیه؟ چرا با علی دشمنی داری؟ از علی تعریف کرد فراوان. گفتن پس اگه اینجوریه چرا با علی این کار کردی؟ گفت نگی شاه، کاش که کنتو نسیان منسی، یا کاش که من اصلا نبودم، فراموشم میکردم. منظور اینقدر ناراحت بود وقتی یاد آوره اون قضیه میشود، ولی خب کرد و چه کرد. بله و ما که حاکمش قضیه نیستیم، داور نیستیم که یکی محکم. الان همه در اونجا هستن در اختیار پیغمبر. خودش هرچه به ما فرموده است که و از واجه و امهاتکم، همسران و مادران شما هستن. هیچ کس نسبت به مادرش توهین‌آمیز حرف نمیزنه. ممکنه دوستش نداشته باشه، برش در دل هزار ایراد هم داشته باشه، ولی مادر
خدا هم فرمود اینا مادران شما، ما دیگه اگر خداوند ما را به قضاوت طلبید گفت چه میگی؟ اون وقت میگید بله کار خوبی نبود، ولی غیر از این به هر جهت یک کتابی اخیراً دیدم، یکی از وکلای عدلیه مقیم ارومیه نوشته، به نسبه خوب نوشته، به طوری که من خوب همکارش بودم، منم وکیل عدلیه بودم، نامه بهش نوشتم، یه جا تأییدش کردم، یه دو تا نکتم بهش اشاره کردم. به نام عایشه در حیات محمد، کتاب خوبی است، در ایران هست اگر پیدا کنید. یه عیبی که گرفتم برنگ پشت جنمه شد، ویژه اهل سنت. اهل سنت و اهل شیعه از هم جدا که نیستن که ویژه اونها باشه. گفتم این عبارت قلب درست نبود، این باید همه به هر جهت. عایشه خیلی ناراحت شد در منزل پدرش، بعد که شنید. بله بعد از مدتی خب این شایعه رو شنید که همچه شایعه کردند. بعد از مدتی که به نظرم بعد یا نوشتن 40 روز بلان اینا، پیغمبر رفتن به خانه ابوبکر، هم دیدن ابوبکر رو اینا هم عیادت عایشه. خب عایشه خیلی ناراحت بود، البته بهش گفته بودن، میگفتن پدر و مادرش هم که خب اگر خدای نکرده خطایی کرده، خب پیش پیغمبر اقرار کن و توبه کن که خدا قبول میکنه. اگر من ناراحت به هر جهت خیلی ناراحت بود. پیغمبر اونجا که تشریف بردن حالت وحی برشون نازل شد، آمد. بعد که وحی تمام شد، حضرت این آیاتی که امروز قرائت شد، قضیه افک رو بله. این آیات که خوندم حالا یا خود پیغمبر یا ابوبکر و مادر عایشه بهش گفتن بشارت باد به تو که خدا تو رو تبرئه کرد، خدا براءتت رو اعلام کرد، اینو یه آشتی کرد. این نکته که نوشتند دو جور میشه تعبیر کرد. اینکه مادر عایشه به عایشه گفت حالا برو از پیغمبر تشکر کن که آیه قرآن رو خوند برای براءت تو. گفت چرا از او تشکر کنم؟ از کسی که به او گفته از خداوند تشکر میکنم که براءت من اعلام کرد. این را اگر از خلوص نیت گفته باشه عالی ترین درجه عرفانی است، که دیگه فقط خدا را میبینه، واسطه رو حتی پیغمبر را نمیبینه. اگر بخوایم بد تعبیر کنیم خب لجبازیه،
این دیگه هر تعبیری بکنیم بستگی به حالات خودمون داره. مرجع بعد این بعد دستوراتی که در سلطانشون خداوند می فرمود که دشمنان شما این به اسلام ابدی بودن آیات قرآنی از این چیزهاست، این دستوراتی که داده و این چیزهایی فرمودن فرموده است که از روش‌های دشمنان این است که یه امر دروغی رو بگن و شایع کنن. شما یه جا فرمود چرا اینجور چیزایی که میشنوید نمیپرسید از اولوالامرتون که به شما توضیح بده بگه چی؟ اینجور چیزها رو بین خودتون قبل از تحقیق شایع نکنید، برای ایجاد شایعه دروغ و شایعه ای که تهمت توش هست اینها کار میکنن. در این شایعات دشمنان هر یک از در دو دشمن دیگری رو متهم میکنه، او هم این رو متهم میکنه، به تدریج همه هر دو نفری که با هم بد باشن، اینه در تاریخ خونده باشه، در انقلابات هم اینجوریه. مثلا زمان مشروطه دو تا از مراجع با هم بد بودن، ای با اون میگفت مشروطه خواه، اون این میگفت سلطنت طلب. نه سلطنت چیزی درک اون وقتی داشتن، نه از مشروطه. هر کسی دیگری رو به متهم میگرد. تمام اختلافات و دشمنی های اون ایام هم سر این بود. هیچ کدومشون نه مشروطه خواه بودن، نه سلطنت دارن. این مسئله مشهور که در ادبیات فارسی است، فلان کس به مشروطش رسید، حاکی از همین وضعیت. در اینجا این دستور میده، میگه چرا همون اول اون کسی که شنید نگفت این حرف دروغه نسبت به مؤمنی این حرف میزنه؟ بعد فرمود همه اینها کسانی که در این شایعه دست دارن مجازات خواهند دید. البته نه مجازات دنیوی حضرت منظور نبود، منظور آیه قرآن، مجازات خواهند دید. اون کسی که بزرگتر اینا یعنی نه بزرگشون که عبدالله ابن عبی باشه، اونی که اون پیرمردی که مورد اعتماد همه بود و این حرف میزد، اون هم مجازات خواهند دید. که اون پیرمرد اسمش نمیدونم، یادم نیست، از صحابه بود، خیلی هم ارادت داشت، مسلمان خوبی بود، آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که من بودم، گناهم کردم، چه بکنم، مجازاتش چه بکنم؟ حضرت ازش فرمودن مجازات دنیوی میخوای یا مجازات اخروی؟ اینش به اختیار خودت، ولی مجازات میشه. عرض کرد مجازات دنیوی. فرمودن چشمت کور میشه، شاید کنایه از این چشمی که چیز ندیده رو شایع میکنه باید کور باشه. کور شده، کور هست که ندیده رو شایع میکنه، پس به صورت ظاهر هم
و کور شد اون پیرمرد، ولی ایمانش سر جا بود و خیلی هم تقویت شد. یه دستور دیگری که در اینجا بود این بود که البته این شاعر رو خب باید دید خیلی ها با ابوبکر دشمن بودن، خیلی ها با عایشه یا مادرش و قبیله اونا دشمن، آخر اونجا قبایل هم با هم بد بودن، خیلی دشمن بودن، شایع میکردن. یه پیرمردی بود از قوم خیشهای ابوبکر که اون هم در نشر این شایعه کار کرده بود. ابوبکر صاحب نسبت به اون پیرمرد قوم خیشش همیشه یه کمک مالی کمک میکرد. بعد از این قضیه ابوبکر کمکشو قطع کرد. این آیه آمد که اونهایی که کمک هایی به دیگران میکنن به واسطه این قضیه هیچی کسر نکنن، یعنی در واقع مجازات اونها همانی بود که خدا گفت و من گفتم، او کور شد و اینای دیگم هر کدوم به بلاکت افتاد. این رو مشهور در تاریخ اسلام به قضیه افک که در اینجا چند آیاتی هست. البته مسئله لعان هم هست که اون شما بعدن دارم. تو نیابم آن چه در مغز من است، یک زمانی سر نخواهم روز و شب تا که عشقت مطربی آغاز کرد، مطربی آغاز